سلام، وقتتون بخیر، لحظاتون به خوشی. من ریحان محمودی هستم، با بچه خوب تیوی پلاس اومدم یه جایی که قطعا برای دختر خانوما خیلی رویاییه، بهشتشونه دیگه. همه ماها دختر خانوما از بچگی فکر میکنم همه نقاشی با موضوع عروس و لباس عروس داشتن و وقتی بزرگ میشن امید دارن که این اتفاق براشون بیفته، عروس بشن و ای بسا که ازدواج میکنن برای اینکه بتونن لباس عروس بپوشن. اومدیم یه جایی که کلی لباس عروس هست، خیلی زیاد، همشون هم خوشگله و حتی من الان دلم میخواد یکیشون رو تنم کنم، نمیدونم کجا ولی میخوام که یکیش مال من باشه، خیلی خوشگلن. اینجا گالری اسپوزاست، گالری اسپوزا گالری لباس عروسه، اسپوزا یه برند مطرحه توی دنیا، توی حوزه لباس عروس و اینها. خانم شیما وحدتی صاحب اینجاست، ازشون وقت گرفتیم اومدیم تو گالریشون بچرخیم و با خودشون هم صحبت کنیم. اگه با همون همراه باشین قول میدم بهتون خوش بگذره. اسپوزا من کار طراحی لباس انجام میدم اول، بعد اینکه چند سالیه که تو این کار هستم، بعد دو سال پیش یه چیزی شدش که من تو لاین عروس اومدم، یعنی لباس عروس و طراحی لباس عروس و اینا، و تصمیم گرفتیم که یکی از این 10 برند اول اروپا رو وارد ایران بکنیم، که تصمیم گرفتیم که با اسپوزا کار بکنیم. میان اینجا اولین چیزی که شما اولین یعنی راهنمایی که بهشون میکنین برای انتخاب لباس عروس چیه؟ ببین ازشون میپرسم که چه چیزی دوست دارن. ببین بعضی عروسای من خیلی لباس کار شده دوست دارن، بعضیا خیلی دوست دارن ساده باشه، بستگی به روحیات عروس هم داره که چه لباسی دوست داشته باشه. اسپوزا طرحش بیشتر ساده است یا بیشتر کار شده؟ بیشتر لباسای ساده ای هستش که یه سری کارهای دانتل و کارهای دست و اینا داره اسپوزا، و در این سادگی خیلی شیکه، و بعضی عروسای ما خب این لباسای ساده و شیک رو دوست دارن، بعضی ها سوان کار شده باشه که ما اینجا براشون طراحی میکنیم و میدوزیم. وحدتی برامون در مورد طراحی خودتون بگین یکم، اینکه بیشتر چه شکلی هن، منابع الهامتون چی هن، بیشتر شبیه لباسای سنتی ایرانیه یا نه یه ذره مدرنتر و هندسیتر ترها؟ ببین بستگی داره، من برای کسی که دارم لباس طراحی میکنم، خب مثلا اگه برای خانم قانم که من طراحی کردم، ایشون مثلا یه لباس مثلا نه خیلی سنتی دوست داشت، یعنی یه لباسی دوست داشت که اصولا به اون موضوع موزیکش و موسیقیش بخوره، و ایشون خیلی رنگ دوست داشت. من یک کسی رو دارم مثل خانم پری زنگنه، مثلا نه ایشون خیلی رنگ دوست نداشت تو لباساشون. خیلی جزئیات خوشگلی توشه، بعد اینکه فرمش یه حالت شناوری داره پایینش انگار، این جزو لباسامونه که هم مروارید کار شده هم سنگ کار شده، و تمام بالای لباس کار دسته، و خانمایی که بله همش کار دست مروارید و سنگ و تمام بالای لباس کار دست پوشیده شده. در مورد یقش هم یه مدل عجیبیه، من تا این مدل یقه ندیده بودم که تمام کار دست، و مثلا بعضی خانم‌ها میخوان آره یه حریره که روش کار دست انجام میشه، بعضی خانم‌ها میخوان که لباسا پوشیده تر باشه روی بالا تنه، و همین دلیل این کارو انجام میدن. میخوان یه ذره راجع به لباس عروساتون بگین، لباس عروسی که خودتون طراحی میکنین، بعدش هم یه ذره راجع به اسپوزا بگین. لباس عروسایی که خودم طراحی میکنم باز بستگی به عروسام داره که چی دوست داشته باشن و چی بهشون بیاد، بعد اینکه یه سری لباسی که طراحی میکنم اونطوریه، یه سری لباس هم که اسپوزای حالا
چیزای خیلی ساده ایه، لباسایی که اصولا اروپاییه و مال برند اسپوزار، لباسای خیلی ساده و شیکیه و بعضی عروس‌ها دوست دارن که لباسای خیلی ساده بپوشن. در مورد دوخت این لباس، یه چیزی که بر من جالب بود لباس رو نگاه میکردم، به نظر خیلی آناتومی بدن توشون به اصطلاح میگن خوش دوخته. بله. لباس کات خوبی داره. بله. اینجور به نظرم میرسید که لباس ها کات خوبی داره و خیلی مهمه توی لباس های عروس، چون یه بالاخره یه روز طولانیه که بله بعد عروس خیلی راحت باشه توی لباسش، راحت باشه. بله. این که بیسته در حقیقت. بله بله. و حس خوبی داشته باشه و اون حس خوب خیلی مهمه، اون کسی که لباس رو تنش میکنه حس خوبه. بله. از همه بگم مهمتر خیلی. و ما برای عروسان وقتی که لباس رو میخواییم بدوزیم و طراحی میکنیم، اول ماکت لباس رو براش آماده میکنیم که ببینه لباسش اینطوریه، بعد مراحل دوخت و پرو و اینا رو انجام میدیم براش. ماکت لباس این چیه؟ ببین ماکت لباس در واقع مثل این میمونه که خود لباسه، یعنی ما مرحله اول لباس رو براش کامل میدوزیم و میدیم که بپوشه خوشش اومد، بعد شروع میکنیم کار دست و کارهای دیگر روش انجام دادن. We'll be right back.